است که بعدا رو خشت میدنم و که مو کشی ساخته میشه. ترسای است که البته قدیما به چی شکل بوده؟ قدیما که ترس نبوده، با دست میکشیدن به روی کشی برو کاغذ میکشیدن، سوزان میدادن، ولی ما همون کارو میکنیم. حالا ترس کاغذ مخصوص آماده همون تره که داریم بوده از پیاده میکنیم، بعد سوزن زده میشه. سوزن زده میشه بعد رنگ میخوره برو ارزی وقت وقتی که این پودره که زدن به روی کشی، کشیار هموار میکنن به اون چی و این رنگ از این میخیزه، از پشت از این میخیزه، همین شکل از این هر شکلی که دوستان شکلهای میناتوری نقشی اینا یا کتیبه باشه هرچی که باشه اینا بعد از این شکل که رنگ میکشن این شکل بروی کاشی ها میمونه که شما نشان میدیم کاشی ها چی شکله و بعد اونا رنگ آمیزی میشه. بیشتر یک کاشی شکستاندم حالا کم ای رنگ کرده بودم، من نفهمیدم دست دادم ولی این کشکیران خراب کردم، ما به خراب کردیم اینجا آمدم آخر ما به در خاکم خود کامره بینیم. خب شما به سر کوره هم بودیم، اینجا هم هستیم جلمه جان. شما اینجا فکر میکنم تمام این اشخاص هنرمندن و همه افرادی که اینجا کار میکنن تمام همین سیستم ایر بلدن که از اول تا آخر همین شکل کشی سازی میکنم. اینا بعد از اینکه از کاغذ ترس روی اینا کشیده شد و اشکال به وجود آمد اینا رنگ‌آمیزی میکنن اشکاله. بعضی که رنگ‌آمیزی کردن، بعضی که رنگ‌آمیزی شد باز پس میره بکوره، بعضی که رنگ‌آمیزی شد اشکال از این کتیبه هر چی که بود بروی از این نوشتن و اشکال انداختن، پس این برای بار سوم میره بکوره و چند ساعت باز آتش میخوره، برای 4 ساعت دیگه باز آتش میخوره، حرارت داده میشه که هست کشی آماده و کشی آماده میشه و در بخش دوم کشی سازی انتقال داده میشه که اونا با هم اینا رو میچسبانن، یا ای که اگه شکل هر فرمایشی که باشه به مو شکل اونا میده میکنن و اشکال مختلف کشی میسازن. میریم اون بخش رو میبینیم. در هرات دو نوع کاشی ساخته میشه که یک کاشی معرق میگن و یک کاشی هفرنگ. کاشی معرق که میگن به خاطر ای که شما این تصویر مشاهده میفرمایید، یک کاشی یک کاشی معرق میگن به خاطر ای که اینا خورده ها و میده های میکنن از این، یعنی همون خشت هایی که شما به کارخانه کاشی پزی دیدین جایی که کاشی میپختن و میاوردن به بخش دوم که حالا میریم داخل او بخش و بخش را میبینیم. در داخل این بخش پیش از اینکه بریم نشان بدیم که چی کارا اینا میکنن، اینا همه میده میده میکنن، هر کدوم از یک خشت هستی از مو خشتا گرفته میشه که اونا به اندازه های مختلف ضرورتی که دارن اونا میده میده میکنن و بالاخره با هم میچسبانن که یک ورق یا یک تخته طلان از کاشی میسازه. و کاشی هفرنگ که میگن همو کاشی همو شکلی که می ساختن، مثال این همو خشتایی که در اونجا دیدیم که می پختن، تنها همو اندازه های خود معین او است و اینا رو نمیشکنن،
میده نمیکنن، به همون اندازه‌ای که بوده فقط اونا به پلوی هم میچسبانن به ترتیبی که همون کتیبه روی اون نوشته شده. فرق نمیکنه که این یک رنگ داشته باشه یا هفت رنگ داشته باشه، در کل همین سبک هفت رنگ میگم. ولی تخته که اینجا کار شده هم معرق داخل از این کار شده و هم هفت رنگ، که همین سبکی که اینا سالم است اینا میده نمیشه، اون میگن شکل هفت رنگ. بیشتر از زبان خود مهندسینه که مصروف این کار هستن و سالهای زیاد میشه که این کار میکنن، از خود این هنرمندا بیشتر از زبان خودشان بشنویم که چی میگن. یک نمونه دیگه از کاشی هفت رنگ است که من قبلا خدمت شما عرض کردم، البته او جایی که بودیم هفت رنگ بود و گد بود یا میکس بود با کاشی معرق. کاشی هفت رنگ خالص اینه، همون چهار خشتایی که میبینید خشتا سالمه و کتیبه که روی نوشته شده کتیبه همو است که نوشته شده در خود کارخانه کاشی پزی و بعد رفته داخل کوره پخته شده، فقط اینجا انتقال داده شده که اینا رو به هم چسباندن به ترتیب پلوی هم اینا چسباندن و به این شکل در آمده، یک تخته کلان از یک کتیبه و منقوشات دور او. حالا بریم به داخل کارخانه کاشی سازی که ببینیم اینا به چه شکل اینا رو با هم خرد میکنن، میده میکنن و با هم میچسبانن. از زبان خود این هنرمندا میشنویم. سلام علیکم، مونده نباشیم. سلام علیکم، مونده نباشیم. جان شما جوره؟ خیره خیره، سلامتی؟ حال خوبه؟ میشه خود معرفی کنیم؟ ابوبکر احمدی. شما سرپرست اینجا هستین؟ بله. استاد ابوبکر احمدی، مدت چند سال میشه که شما در کاشی سازی مسجد جامع کار میکنید؟ 35 سال میشه ما در اینجا کار میکنیم. در بخش کنید، چی بچه بشه؟ سبحان الله، یک عمریه. بله. مدت 35 سال میشه که اینا کار میکنن. این بزرگوارا هر کدام که میبینیم مدت زیاد میشه که در اینجا مصروف کار هستن و خدمت به مردم ما میکنن. بیاییم با فرد فرد اینا ملاقات میکنیم و شیوه کار از اونا. خب همین کشی که از کارخانه آورده میشه، از کارخانه کشی پزی اینجا انتقال میدن، بعد شما چه کار میکنین؟ بعد ما نقشه که ما دیزاین کردیم و کارسازی کردیم، بعد از برنگ های مختلف تا نو رنگ نو ما رنگ داریم، از اونا را در نو از دو رنگ داریم، یک افرنگی یک معذب. اونا پوز چینی میکنه، قیچی میشه و لاب گرفته میشه، پس پوزای سر جانوما چینده میشه، وقتی تکمه جانوما تکمیشون بعدا پشت های سیخ بندی میشه، بعدا کانگنج اختصاد میشه، بعد از هفت روز هشت روز بعد از کانگنج کشیده میشه در جایی که اندازی گیری شده در اینجا پس نصب میشه. دفعه دوم از این پشت سرقه بزن و سمیت و سیما رفته میشه. فقط چند نمونه از کارها هست اینجا که میبینیم. اینا که اول کاشی هایی که ما گفتیم به ما اندازه ها میشکنن و توته میکنن. از همکار فیلمبردار خود خواهش میکنم که نزدیکتر تشریف بیارن و اینا را از نزدیک نشان بدن. و اینجا هم امو نقش های هست که اینا پشت کاشی هایی که بعد از اینکه میده شده آوردن اینجا چیندن که اینا را میخواین با هم بچسبانن. خب بعد از اینکه کشیر از کارخانه کشی پزی آوردن به این چی، اولتر از همه اینا اندازه های کاغذ بوری میکنن به اندازه و اشکال که اینا ضرورت دارن. اینا کاغذ اینجا قیچی میکنن. شما نام شما چی از بابا؟ نام خلیفه رجب. خلیفه رجب، شما چند سال میشه که اینجا کار میکنید؟ کردی کم 60 سال میشه. سبحان الله سبحان الله، بودن 60 سال میشه که اینا اینجا کار میکنن. همیشه یعنی وقفه نداشته، در هر دوره شما هم اینجا کار میکرده؟ هر دوره شاید کار میکردیم. بله بله. از کار خود راضی هستین؟ لذت میبرین؟ بله، اشته لذت نمیبرین، خانه خدای ما خدمت میکنیم. خداوند اجر شما رو بده، خیر ببینید. تشکر باشین، شما خیلی خیلی